خدا تو رو آفریده تا به شباهت او روش کنی، اون عاشق تو هستش. آمین. خودت رو محدود نکن نسبت به صداهایی که میشنوی. خدا تو رو دوست داره، میخواد محبتش تمام زندگی تو رو در بر بگیره. آمین. و ببین بهش فقط باید اعتماد کنیم. آمین. کلام خداوند نیز اعلام میکنه بیایید ببینید و بچشید که خدا نیکوست. آمین. ما امروز صحبت از خدایی نمی کنیم که توی آسمان هفتم نشسته، و ببخشید از این مثال استفاده میکنم که تو کشتیگیرا بود، از اونجا میگه لنگش کن. صحبت از خدایی میکنیم که در کنار ما هست و در وجود ما هستش و بدن ما پیکر او شده عزیزان. آمین. و پر از عشق و محبته. آمین. اون اعلام میکنه که من پدر شما هستم. در کتاب اشعیا مثالی میزنه که من همچون مادر شما هستم. نه مادر نه پدر هست عشقش. آمین. ماورای عشق والدین هستش. آمین. اما اون میخواد به ما اینقدر خودش رو نزدیک کنه و ما درک کنیم که چقدر اون ما رو دوست داره، بهش اعتماد داشته باشیم و هر آنچه که باعث ضعف و خستگیمون شده رو به دستان او بسپاریم و او نیز ما رو دستگیری خواهد کردش. فقط باید تصمیم بگیریم. اندیشمندی اعلام میکنه که انسان همون جایی هست که تصمیم میگیره باشه. تصمیم بگید در کنار خدا زندگی کنیم. آمین. با محبت خدا زندگی. آمین. کنیم، چرا که خدا محبت هست. و اندیشمند دیگه اعلام میکنه تصمیم گرفتن آسان هست ولی نگهداری آن بسیار دشوار هستش. ما میتونیم وقتی در حضور خدا میریم از محبت خدا انقدر پر بشیم که نگهداری اون نیز آسان خواهد شد، چرا که از این به بعد این محبت خدا هست که در ما عمل میکنه. و شکسپیر، ویلیام شکسپیر اعلام میکنه و بر این باورم که سرنوشت انسان را فقط محبت مشخص میکند و بس. و کلام خداوند نیز این رو اعلام میکنه، چرا که ما بحر عشق و محبت از دستانی که خودش عشق و محبت هست نیز آفریده شدیم. با هم بریم تلفن دیگه ای رو نیز داشته باشیم. وقت شما بخیر هموطن عزیز، در خدمت شما هستیم. درود بر شما. آیا صدای ما رو دارید هموطن عزیز؟ محمد جان درود بر شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم. الو سلام علیکم بای آقا هستم جان. وقت شما بخیر. مرسی عزیزم، بفرمایید خواهش کنم. احوال شما؟ سلام دارم خدمت شما و خواهر محترم. درود بر شما عزیزم. خوب عزیز، خدا رو شکر برای این مسی. سلامت باشین، خیلی ممنونم عزیزم. بفرمایید. خیلی ممنون، خدا رو شکر که باعث شد شما با لطفی که خداوند داره با شما. آمین. خدا رو شکر مسی. آقا راه کردیم برای باتون صحبت کنم. اینم خواهش میکنم، بفهم در خدمتون هستم. کتاب یوحنا، کتاب یوحنا باب 13. بله. عیسی مسیح محبت خودش رو عزیزان خودش محبت خودش رو ابراز میکنه. آمین آمین. طور میشه که پاهای مثلا اونا رو میشوره، سلام بهشون میکنه. بله. پاهای اونا رو خوش میکنه. برابو برابو. محبتی که داره بهشون و محبت میکنه بهشون، واقعا جای شکر هست که ما. آمین. و خدا رو داریم که خداوند همیشه محبت خودش رو در دل ما داره. بله. و شکر میکنیم. خدا رو شکر. آمین میگیم که واقعا خداوند همیشه محبتش به ما داره و محبت میکنه به ما. آمین آمین برادر عزیزم، درست میفرمایید. دقیقا، خدا رو شکر، خدا رو شکر. و حقیقتا همون گونه که کلام خدا نیز اعلام میکنه، خدا محبت است. اگر لطف کنید نامه اول یوحنا 4 از 7 تا 10 رو داشته باشیم. خداوند اعلام میکنه خدا محبت است، یعنی ذات خدا محبت هستش و همین محبت نیز در ما عمل میکنه تا ما نیز مهربان باشیم. یعنی آنچرا که محبت هست رو ما عملا انجام بدیم، ولی نه محبتی که ما انجام میدیم تعریف داده شده باشه، خیر، بلکه محبتی که خدا قبل از اینکه ما محبت کنیم او ما را محبت کرده. با هم بریم از رساله اول یوحنا باب 4 از آیه 7 تا 10 رو بشنویم. بفهم باشیم. ای حبیبان،
یک دیگر را محبت بنماییم. آمین. زیرا که محبت از خداست. هللویا. و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است. هللویا. و خدا را می شناسد. آمین. و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است و محبت خدا به ما ظاهر شده است. آمین. به اینکه خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. هللویا. و خدا را شکر. و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. هللویا. آمین. خدا را شکر برای خداوندمون عیسی مسیح، برای محبت او. و من نه، آیا محمد جان شما هستید روی خط یا نه؟ بله. خیلی ممنون از مطلبی که فرمودید و این آیه زیبا رو به یادم اومد که بخونیم. آیا مطلبی هست؟ من در خدمتتون هستم. آیه که گفتم یوحنا باب 13 هست که پیش از عید پسخ عیسی با آگاهی از اینکه ساعت گذرا او از این جهان به نزد پدر فرا رسیده است، بله، کسان خود را که در این جهان دوست می داشت تا به حد کمال محبت کرد. آمین. برابو. بعد آیات 2-9 که عیسی مسیح میاد و پای شاگردان خود رو می شوره. برابو. اونها محبت می کنه. برابو. و پاهاشون می شوره و با حول پاهاشون خوش می کنه. بعد اونا رو دوست می داره. آمین. و محبتی که در این گفته است که مثلا چون شما پاک و مبرا هستید به خاطر اینکه محبت خدا در دل شما هست. برابو. و شما از هر گناه مبرا هستید چون محبت من در دل شما هست. و ما نتیجه میگیریم کسی که دلش با خدا باشه، دلش با عیسی مسیح باشه، پاک و مبرا هست و خداوند محبت خودش رو به اون شخص، به هر کسی که باشه، نازل میکنه. آمین. 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 نتیجه میگیریم که نتیجه از این آیه میگیریم، از این آیات میگیریم که هر کس دلش رو به خداوند بسپاره، خداوند هم محبت به اون میکنه. آمین. از طریق عیسی مسیح. آمین. 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 برابر. خیلی ممنون از مطلبی که محمد جان فرمودید. خوشحالمون کردید که روی ایر اومدید عزیزم. برای شما نیز آرزوی موفقیت داریم که پیوسته در عشق و محبت خدا زیست کنید. حالتون جانم؟ الو بفهم خوش کنم. یه دعامونم بکنید. حتماً. یه دعامونم بکنید. حتماً. اسمتون رو می‌نویسیم، در طول برنامه براتون در دعا هستیم. شما رو به دستان خدا می‌سپاریم. اگر فرمایشی نیستش تا برنامه بعد میتونید ادامه برنامه را سلسل میکنید. فیض خدا با شما. مرسی. مرسی. همچنین شما. مرسی. آمین. خدا را شکر. همینطور هم شما عزیز. آمین. خدا را شکر. خدا را شکر. یه مثال ایرانی هست، میگه محبت را از ماهی باید آموخت که اگر از آب بیرون بیاورن نیز خواهد مرد. ما به توسط محبت خدا آفریده شدیم. حقیقتاً اگر از این محبت دور باشیم، متاسفانه آلوده به صفاتی خواهیم شد که باعث هلاکت ما خواهد شد. کینه ها، عصبانیت ها، نفرت ها، حسادت ها، طمع، اینها جایگزین خواهد شد و همچون ویروس های نیز به روح و روان و جسم ما نیز آسیب خواهد زد. امروز و در این وقت عزیزان میتونیم بگیم که خداوند مبارک خونده تا ما کلام خدا رو بشنویم، تا نسبت به کسایی که کینه داریم به هر دلیلی نمیتونیم اونها رو ببخشیم، نمیتونیم با اونها زندگی خوبی داشته باشیم به خاطر دلایل انسانیمون، امروز همه رو نزد مسیح ببریم و اجازه بدیم فیض و محبت و بخشش خدا نیز وجود ما رو به توسط روح القدس بگیره. در غزلها بسیار، من سعی میکنم البته براتون تفسیرش رو بخونم، در کتاب غزلها سلیمان بسیار زیبا میگه در رابطه با محبت، اعلام میکنه
محبت، محبت مرا در دل خود مهر کن و مرا چون حلقه طلا بر بازویت ببند. این مهری که داره سلیمان میگه مثل این مهری هستش که نمیدونم حتما عزیزان دیدن وقتی روی گوشت میزنن و شما این مهر رو روی گوشتای گوسفند و گوساله که میزنن میبینید، فقط تنها راهش اینه که این پوسته گوشت رو بکنید، چون که این رفعت رو تو خود گوشت هم میره و پاک نمیشه. صحبت از محبتی میکنه که تمام وجود انسان رو میگیره، چه انسانی که از محبت خدا پر میشه و چه انسانی که این محبت رو میخواد انتقال بده به دیگران. پس این محبت در وجود او جاودانه هست. و بعد اعلام میکنه و مرا چون حلقه طلا بر بازویت ببند. مسلما اگر ما اون حلقه طلا یا برفرض حتی دستبند طلا، گردنبند طلایی که داریم رو سعی میکنیم به هیچ وجه از خودمون دور نکنیم، ازش محافظت بکنیم. از یه طرف میگه حلقه، شما میدونید که حلقه در اصل نه ابتدا داره و نه انتها داره و گرد هستش، یعنی این محبت محبتی هستش که به هیچ وجه نمیتونیم بگیم انتها داره، تموم شدنی نیستش، همیشگی باید تو زندگی ما باشه. و باید این عشق و محبت نیست نسبت به کسی که دوستش داریم جاودانه باشه، اونو درکش کنیم تا بتونیم اون محبت رو داشته باشیم. و نیز اعلام میکنه که تا همیشه با تو باشم. محبت مانند مرگ قدرتمند هستش. چه کسی میتونه در مقابل مرگ بیسته؟ اما کلام خداوند میگه محبت از مرگ زورآورتر هستش. و نیز اعلام میکنه و شعله‌اش همچون شعله‌های پرقدرت آتش با بیرحمی میسوزاند و نابود میکند. چی رو میسوزونه؟ تمام اون کینه ها رو، اون نفرت رو، اون شک رو، اون سوء تفاهماتی که ایجاد شده بین دو نفر یا بین چند نفر. شما محبت رو جاری کن، محبت که از طرف خدا میاد، نه محبت انسانی که براش مرز میذاره، متر میذاره، وزن میذاره، ترازو میکنه تا اون محبت رو بتونه وزن بکنه و نسبت به محبت محبت کنه. محبتی که بلا عوض هست، محبتی که کلام خدا میگه محبت آگاپه هستش، محبتی که از خدا منشأ گرفته شده. حتی میخوام عزیزان، متاسفانه گاهی هستش که حتی والدین تصور بر این میکنن که ما فرزندان خودمون رو محبت کنیم، آنها عصای زندگی ما بشن. خدا چنین چیزی رو نمیخواد. خدا نمیخواد ما فرزندانمون رو محبت کنیم اونها عصای زندگیمون بشه. حتما فرزندان باید نسبت به والدین خودشون محبت داشته باشن و اونها رو احترام بگذارن. اما قرار بر این نیست. قرار بر این هستش که من فرزندان خودم رو بلاعوض محبت کنم، برای اینکه اونها خوشبخت باشن، برای اینکه اونها کامیاب بشن، برای اینکه اونها موفق باشن، نه به خاطر اینکه یه روزی دست من رو بگیرن. این نیز یک نوع تعلیم اشتباه بود به خاطر شرط اقتصادی که در طول تاریخ داشتیم. والدین تصور بر این میکردن، خب چون دوره بازنشستگی ها نبود، مسئله تأمین زندگی بود که اون موقع امکان پذیر نبود، فرزندان رو مثل یک سرمایه میدیدن. اما خدا نمیخواد این گونه باشه. به این میگن وابستگی، به این میگن علاقه فقط. اما عشقی که خداوند نیز تعریف میکنه در انجیل یوحنا 3:16 هست که میگه آنقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسر خودش را داد تا هر کس بر او ایمان آورد نیز هلاک نشود بلکه حیات جاوید را داشته باشه. و میبینیم سلیمان نیز این را داره اعلام میکنه و اعلام میکنه آبهای بسیار نمیتوانند شعله محبت را خاموش کنند و سیلابها قادر نیستند آن را فرو نشانند. هر که بکوشد با ثروتش محبت را به چنگ آورد، جز خفت و خاری چیزی آیدش نخواهد شد. محبت حقیقی به خاطر ثروت نیست. قابل توجه جوانان که میخوان ازدواج کنن، ثروت نمیتونه عشق و محبت رو توی زندگی تو بیاره. خوشگلی و خوشتیپی خوبه، ثروت هم خوبه و شهرت هم خوبه، اما اینها نمیتونه تو رو خوشبخت کنه، چرا که عشق باید تعریف درست داشته باشه. عشق رو باید بیاموزیم. عشق آمد و اون عیسی مسیح بود تا به ما بیاموزه چگونه باید عشق ورزی بکنیم. و اگر ما بیاموزیم، اون موقع هستش که زندگی خوبی خواهیم داشت. ما نمیتونیم بگیم که من برای ازدواج به دنبال یه شخص خوشگل میگردم یا خوشتیپ میگردم یا ثروتمند میگردم.
اینها ستون اصلی ازدواج نیست هموطن عزیزم. ستون اصلی ازدواج دانش و آگاهی شما نسبت به خودت کی هستی؟ نسبت به کسی که میخوای پایش ازدواج کنی اون چه کسی هسته؟ و اون رو نزد خدا ببریم و این دانش و حکمت رو در کنار اینکه از اطرافیانمون از تجربیات آنان میگیریم از خدا نیز بگیریم، از محبت خدا به توسط روح القدس و ایمان به مسیح نیز پر بشیم و بعد ازدواج کنیم. ما هرگز نمیتونیم بگیم برای برفرض مثال پختن قرمه سبزی بریم توی بازار شیر بگیریم، ماست بگیریم، پیازچه بگیریم، تروب بگیریم که هیچ کدوم مثلا ربطی نداره به قرمه سبزی، ولی بگیم خب هدف ما قرمه سبزیه ولی اونها رو گرفتیم. ما برای ازدواج قلمروی ازدواج رو عزیزان، هموطن عزیزم، اگر میخوای زندگی خوبی داشته باشی قلمروی ازدواجت رو با محبت خدا شروع کن، آغاز کن. بریم با هم یه تلفن دیگه ای رو بگیریم. با هموطن عزیز هستیم، وقت شما بخیر، بفهم خواهش میکنم. آیا صدای ما رو داری هموطن عزیز؟ درود بر شما عزیزم. بفهم خواهش میکنم، بفهمید. سلام علیکم. وقت شما بخیر، بفرمایید. قربان شما آقای کشش رسول. جانم بفرمایید، در خدمتتون هستم. سلام قربان، خسته نباشی. خدا قوت. همچنین شما، مرسی هموطن عزیز. خواهر گرامی هم خسته نباشی. درود بر شما قاسم جان. مرسی، مرسی. بعد از قاسم عزیز. خدا نگهدارتون. همچنین شما. مدتی پیشم باهاتون تماس داشتم. بله، لطف کردید. ببخشید من بنده سرما خوردم عمیق. عزیزی جان خسته بودم، ببخشید. بنده مدت چند روز کارم رو از دست دادم. آه متاسفم. ولی ایمانم سر جاش هست. هر چی بلا به سرم میاد، ولی من بلایی که نمیاد همش افتخار منه که بچه هم دورم هستن، زن و فرزندم دورم هستن. فقط اینو می‌خواستم اول برام دعا کنین، برای خواهرام، برادرام دعا کنین. بعد اسامیشونو میگم، خواهر برادرامونو. خواهش می‌کنم. یکی اولی حسن هست، بله. دومی حسین هست، برادرام. سومی ابراهیم هست، خودم هستم، قاسم چهار نفر. خواهرام هستن، زهره هست، فزه هست، صغرا، کبرا. این همسرم فاطمه، دخترم، دو تا دختر، سه تا دختر دارن، یکیش ازدواج کردن، دو تا دخترم پیش خودم هستن. بله خدا حافظشون. برای اینا دعا کنین. حتما. بعد فقط اینم سوال داشتم که می‌خواستم ببینم آیا کلیسایی در ایران هست، هستش در کرج؟ که بنده میگم شما جوابش از تلویزیون از شما میگیرم. بعد میخواستم ببینم که در کلیسا در کرج کجا هست، بنده برم مراجعه کنم اونجا، یا اگه تهران کجا هست بنده برم. بعد یکی از این، یکی هم این که آیا میتونم در منزل خودم به جای کلیسا استفاده کنم، دعا کنم با بچه‌های خودم، چون که دیوار خونم هیچ کس نمیتونه، جرأتی نداره که از صحبت از عیسی مسیح کنه. چون که بنده دو سال است ایمان آوردم به عیسی مسیح، ایمان جدی قلب و روح و جان خودم رو به عیسی مسیح سپردم. واقعا الان مدتی، الان میگم بهتون، اون دفعه عرض کردم که دیوار خونم و صلیب عیسی مسیح کشیدم، جسم بدنش رو کشیدم، این واقعیت که بله. مردم میان واقعا من خوش. آیا این گناه داری همچی کاری کردم یا نه؟ خیر گناه ندار. بعد خدمت آقای که بعد هر جا محبت میکنم به مردم احساس میکنن چرا این شخص یا خله یا کمبود داره، چرا محبت ایران همچین وضعی نیست، چون که همه دارن همدیگر میخورن، همه دنبال پول، همه دنبال، اصلا من کل ایران همه شهرها میدونم همه دارن به صحبت، اون پولدار دنبال پول میگرده، اون بی پول هم دنبال پول میگرده. آخه چرا اینجوری شده مملکت ما؟ آخه ما بنده که ایمان آوردم به عیسی مسیح، چرا خدا نمیاد نجات بده این ملت ایرانو؟ بنده یک دل رحمی که دارم ملت میبینم دارن همدیگر رو اصلا گوشت همدیگر رو میخورن. چرا همچین چیزی شده ایران اسلامی؟ چرا همچین چیزی
به توقع اینجوری شده. بله بله. چرا مردم آریایی زرتشتی انسان‌های خوب چرا اینجوری شدن یه دفعه چهره‌هاشون برگشته؟ بله. همه میگن مملکت، همه میگن زمانه اینجوری شده. زمانه سر جاش هست. زمستان، بهار، پاییز، تابستون همه سر جاش هست. ولی این انسان‌ها هستن که برگشتن. بله بله. من فقط می‌خواستم وی عزیزم این خدایی که در قلب انسان‌ها هست چرا همه از قلب انسان‌ها پریده؟ این خدا رو چرا در قلب خودشون نگر نمی‌دارن؟ من می‌خواستم شما از اون بزرگای مسیحی، بزرگ بین علمای ایرانی بزرگوار بی‌احترامی نمی‌کنم. خواهش. میگم به رهبر خود احترام بگذار چون آن را خدا تعیین کرده است. به معمودین احترام بگذار چون آن را رهبر تعیین کرده است. فقط اینی من می‌خوام که به اون مسیحی‌های عزیز بزرگوار بگن که اعلام کنم بنویسن به اینا بگن محبت کنم به مردم، مردم محبت داشته باشین. عیسی مسیح گفته ای ملت، ای آدم ها، پای همدیگر را بشورید. مردم ایران اصلا پای همدیگر می اف 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 پات بو میده، برو کرا برو کرا، از همدیگه دور میشن. چرا اینجور آخر من به چی کدوم هر جا میگم جواب نداره. خیلی بره. ممنون آقای قاسم جان، مرسی. ما هم همچنین. مرسی مرسی قاسم عزیزی. بنده رو دعا کنیم حتما. شما رو به دستای خدا میسپارم عزیز. خب قاسم عزیز، هموطن عزیزمون سوالاتی گفتن که این سوالات بقیه هموطنانمون هم به نوعی هستش، اما میدونیم که یک بار ما از یک دنیای دیگه وارد کره زمین نشدیم و در طول تاریخ از همون ابتدایی که نقشه شیطان نیز متاسفانه در باغ عدن عملی شد به اینکه عهد رو آدم و حوا شکست و در اون عهدداری و وفاداری با خدا نماند و بعد میبینیم که هابیل و قائن چگونه عمل کرد و قائن هابیل برادر خودش رو میکشه و حتی شریعت که اومد گناه نیز بیشتر شد، چرا که شریعت همچون آینه ای هست که گناه رو به ما نشون میده اما هرگز نمیتونه که شخص رو بیگناه کنه و بالاخره نقشه خدا نیز بر روی زمین انجام شد که یگانه پسرش عیسی مسیح همون گونه که اولین پیشگویی که در کتاب پیدایش 3:15 اعلام میکنه و تمام کتابهایی که ما میبینیم 39 کتابی که در عهد عتیق هست که بیش از 300 پیشگویی هست، بیشتر هم در کتاب اشعیا نیز درش قید شده، عزیزان عیسی مسیح اومد، نجات دهنده آمد، خدا بر روی زمین آمد به خاطر گناهان بشریت. اما اگر همه متحدن مطیع روح خدا و روح القدس بشن، مسلما جهان ما در مسیر صلح و عشق و محبت است. اما چون انسان آزاد آفریده شده و خدا جبران هم نمیخواد کسی رو به تبعیت از فکر خودش ببره، هرچند فکری بسیار عالی هستش، درش حیات هست، انسان تصمیم میگیره اون گونه که دوست داره زندگی کنه، مذاهب و ادیان دروغین رو نیز میسازه. اما نسبت به مملکتمون ایران که شما فرمودید که نمیتونید کلیسایی داشته باشید، کلیسایی برید، میتونید با مشاورین ما نیز صحبت کنید نسبت به کلیسایی که نزدیک منزل شما هست، ایشون به شما این اطلاعات رو خواهند داد. اما هموطن عزیزم، شما که این غیرت رو داری و اعلام میکنید که نقاشی عیسی مسیح رو نیز کشتید بر دیوار منزلتون، دعا کن منزل خودت رو کلیسای خانگی کن. اگر امروز این آزادی در کشور ما نیستش به دلایل اینکه نظام جمهوری اسلامی به خاطر عقاید و باورهای کتابی رو که دارن نمیتونن این آزادی رو به هموطنان ما بدن، ولی ما میتونیم این آزادی رو به توسط روح القدس داشته باشیم، با هدایت او کلیساهای خانگی رو بنا کنیم. و اگر مطمئنن هموطنان ما که نسبت به این موضوع هنوز این آگاهی رو ندارن، آنها نیز آگاه می شدن نسبت به انجیل و خبر خوش نجات و همچنین خود دولت مردان ما در ایران متوجه عشق و محبت خدا می شدن، آنها نیز به مسیح ایمان می آوردن و شرح حال زندگی ما بهتر از این بود. اما نگاییم خودمون رو با این سوالات خسته کنیم عزیزان،
امروز برای تو هموطن عزیزم این خبر خوش نجات اومده. شما مطیع کلام خداوند باش. آمین. شما محبت کن دیگران رو. محبت بلاعوض همان گونه که مسیح ما رو با فیضش محبت کرد. شما نیز با فیض خدا دیگران رو محبت کن و در اون محبت بمون و دعا کن و خدا به موقعش عمل خواهد کرد و مملکت ما نیز آزاد خواهد شد تا در آزادی بتونیم نام خدا رو نیز بپرسیم. نه در غم و اندوه، نه به زبان دیگه‌ای، من در مسیر دیگه‌ای، بلکه به هر آنچه که خداوند برای ما مهیا کرده. آمی. بریم با هم دیگه تلفن دیگه‌ای رو داشته باشیم. وقت شما بخیر هموطن عزیز، بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود بر شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. آیا صدای ما رو دارید هموطن؟ درود بر شما حمید جان. الو. بفهم خواهش میکنم. عزیز خداوند با شما باشه. بله. همچنین با شما. مرسی. خیلی ممنون. مرسی عزیز. عزیزم ما بله خوب من یه سوال از عزیزتون داشتم. خواهش میکنم. در مورد افرادی که مثلا موهای بلند مرد